سلام بینندگان گرامی، هر نفره که به نبرد، به میدان، به مسابقات البته 108 جمهوریوی و بیرون از مملکت هم می پیوندد و قدم می نهد، اینجا هم جسارت، نیرو و قوه و ادراک و تجربه خیلی نقش بزرگ دارد. توامی پنج رکن اساسی جهت پیشرفت ساحه، چی در میدان و چی در نبردهای دیگر، بسیار مفید و مهم است. در برنامه سلاله پهلوانی البته ما اطرافی باز هم هنرنمایی یک جوان، یک فردی که باری نخست در چمپیونات مملکت میان بزرگسالان هم شرکت ورزید و از تعداد اشتراکچیان مدعیانی که بیش از 80 نفر را تشکیل میکرد و دریافت همان مقام اول مدال طلا شرفیاب شد. این نفر محمد میرزایف هم که شما را به استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش خیر مقدم میگویم. تشکر زیاد. تا جایی ما میدانیم شما بیش از 7 سال در هیئت منتخب نورسان و جوانان شامل بودید و میخواستیم پیش از وارد شدن به همان نبردهای خیلی پرشدتی که 7 دور را در بر میگرفت، همان معلومات شما را در باره دستاوردهایتون فهمیم. بار اول ما در تیم منتخب جوانان شامل بودیم. تا این دم 7-8 سال بین جوانان در مسابقه های بیرون از جمهوری اشتراک کردیم و یکی از این مسابقه های بین المللی من در اوروآسیا سال 2011 اشتراک کردم و با گرفتن جای اول مشرف شدم. در شهر دوشنبه برگزار گردید، باری اول بود من در بین کلان سال اشتراک کردم و خوشبختانه در این مسابقه که در سطح بلند برگزار گردید، در وزن تا 73 کیلوگرم بیش از 80 نفر اشتراک کردند و من در این مسابقه غالبیت بر دست آوردم و با گرفتن این جای اول مشرف شدم. تشکر زیاد. البته همه این یک زمینه دیگر بود، همه این یک توصیه مربی بود که در نبرد البته بدون مشکلی غلبه به دست آوردید و اندکی اطراف آمادگی صحبت میکردیم و بعداً وارد میشدیم به همان میدانی سبقت های انفرادی چمپیونات. ما پیش از این مسابقه جمهوری تحت رهبری استاد رجب فرسخدین تمرین های خوب پیشه کردیم و پیش از این مسابقه تیاری ما خوب بود، جدی بود و به این مسابقه آمادگی خوب دیده بودیم. تشکر زیاد. اکنون بیاد توجه میکنیم، البته کارگردان هم سبقت اول را میتوانند که این فرصت منظوری میکنند که در نوارها میبینیم که بیشتر محمد البته همون قدم اولینش در مبارزه با حریفش چگونه بود. اکنون هدایت الله سمیو و محمد میرزایف حالا وارد میدان میگردند. در همین وزن، در وزن تا 73 کیلو کلکای، شما دیروز هم شاهد بودید که چگونه پهلوانان با رقابت شروع کردن و این با خلعت سفید هدایت الله سمیوف است و اکنون هدایت که در دو مرحله قبلی هم موفق گردیده است و اکنون در مرحله نوبتی در دور سیوم چگونه مقابل محمد میرزایف رقابت میکند به کسی ایان نیست. این ورزشگری معروف کشور که محمد میرزایف بعد از تنفس، بعد از همون لحظه که خیلی چند سال در معالجه قرار داشت و اکنون نوکت باز به میدان برگشت و در چمپیونات امسالی مملکت هم در وزن تا 73 کیلو همچون دو طلب زینه های افتخاری محسوب می‌یابد. اکنون دقیقه اول و فرصت را هم ایپان. خیلی در یک لحظه جالب و حساس و مشکل که حریف قرار داشت و هدایت الله سمیوف هم ناکام گردید و محمد میرزایف آزادانه در دقیقه اول کامیاب شد با یک پرتافت جالبی. ورزشگری معروف جمهوری تاجیکستان که با خلعت کبود در میدان بود ثمر آورد و همین طور او با همون اصول سر کیچ ایپان بهادرگذاری گردید و در دوری سیوم هم ظفر یافت و به مرحله نوبتی سبقت های انفرادی وزن تا 73 کیلو راه یافت. میخواستیم باز هم شما آیدی ان همین نیروسنجی اندکه معلوماتی صحیح تر می دادید که دیداری اول اندکه مشکل تر هم بود، حساسیت و همون لحظه حساسیت و بعد از این قدر توقفی که من بعد از جراحی که پاچه من از جراحی گرفته بود، این یکمین مسابقه بین کلان سالان بود. این یک هیجانی، این را گفته نمی شود که یک هیجانی کلان بود بعد از این جراحی کلان.
رقابت اول هم بسیار با موفقانه برایتان انجام یافت. درباره همین عمل، همین حرکتی که شما خیلی خوب خاتمه دادید، باز هم یک لحظه یادآور میشید. این رقابت برای من چیزی که دیدستم این آسان بود. اصول سر کیف. بله، این یک اصول سر کیف این نام دارد، من رو استفاده بردم. و بیشتر ما میبینیم که شما محض به همین عمل، به همین یک اسلوب خاصی خود در بین مخلصان یک محبوبیت پیدا کردید. اگر سری همین را میتونید یک لحظه یادآور هم شویم که همین از کجا پیدا شد که شما بیشتر این را در سطح کسبی اجرا میکنید؟ من این را از خورده، یعنی از دوره های صنفی از دوره صنف یکیم میرم. من در گوشین های ملی وقتی که با پدرم میرفتیم در گوشین های ملی اشتراک میکردیم، از دوره جوانی از همون صنف یکیم با من این همین پرتوف معقول بود سر کتف. و سرچشمه‌اش هم هست از همین گوشین ملی است. خب توجه میکنیم، البته باز هم راهی شما اندک هموار شد، مطلب معلوم که باید شما به مرحله اساسی مسابقات راه یابید. اکنون به تدریج میخواستیم باز بعدن بعد از این محاربه ها محاربه بخواتر بزرگتر ورزگرانی خوب، یعنی بعد از این با سید مختار رسولوف و بعد از اون وخری نیم نهایی روزیف عبدالله بود که من این محاربه ها رو پسی سر کردم و به وخری فینالی برآمدم. و پیش از این همه توانم یک لحظه دیگر رو حالا یادآور باز توجه کنیم از کارگردان که میتوانند رسولوف سید مختار، این هم پنج مرتبه در چمپیونات مملکت میان نورسان و جوانان با دریافت زینه اول شرف یاب شد. و رقابت شما هم بسیار حساس بود. اکنون با امکانیت های تکنیکی، از بس که استودیوی سیار تلویزیونی ورزش اینجا هم جریان مبارزه ها را در تو گلیم انعکاس میکرد، گاه آن لحظه هایی که شما نیروسنجی کردید که از نظر دور موندند. حالا توجه میکنیم به همین رقابتی که میان سعید مختار و شما صورت گرفت. البته جریان رقابت پهلوانان باز توصیه دیگر را میخواهد در این مورد و محمد هم یک کوشش دیگر را خیلی خوب سامان داد. واقعا هم سازگار بود برای وزری و محمد هم ملکه از عهده کاری خود با سربلندی برآمد. در جریان وخوری امروزه در دقیقه سیوم و اکنون سعید مختار برایش مشکل تر افتاد. محمد تواند آنگاه برای سعید مختار امکانیت پیدا می شود که در وخوری های تسلی بخش سبقت را برای مدال برنجی ادامه دهد. اکنون این را وقت نشان می دهد و هنری محمد را ما در دور قبلی البته خواهیم دید. راستی گپ، این محاربه، این قوزمایی ما با سید مختار رسولوف برای من این قوزمایی کمتر خطرناک بود، برای آنکه این ورزشگری خوب است، ورزشگری تجربه است. اگر مخفی نباشد همان عمل دائمی شما در همین رقابت سید مختار اجرا نگردید؟ بله، برای آنکه سید مختار این عملی مرا خوب میداند، این را خوب آموخته است. و چگونه سمت پیشه کرده دکنون در مبارزه؟ در این مبارزه من یک اصول دیگر رو با استیلوی میل نیست میگن، من سید مختار رو با همین اصول با یوکو پرتفتم. و آگاهی هایی که در ابتدا بودند با جریان رقابت شما تاثیر رسونی در رفتی مسابقه؟ بله، اون سه آگاهی که من گرفتم به من هیچ تاثیر نرسوند، اما در این اگر چهار آگاهی میشد من از محاربه از قوزمایی رانده میشدم. این آگاهی بود اول ابتدا آگاهی و بعدا هم در جریان مبارزه داور هم باز یک تاکید دیگر را اینجا هم دوباره هشدار داد با شما که همون گوشتین جیدی خود را نشان دهید. بله بله. اما چنین نشد، چون این حراس از تجربه حریف بود یا اینجا راستی سعید مختار رسولوف قامت بلند
هست و او حرکت هایشون رو بیشتر میدونه؟ بیشتر میدونست. ما با این ورزشگر یکم بر رقابت یکمی ما نیست، این سیوم چهارم رقابتی ما است با سید مختار رسولوف و او خوبتر خوب میداند اصول های مرا همش را. و در زمانی که چمپیونات برگزار شد یوکو بود، وزاری بود، یوکو بود، وزاری بود و ایپون. بعد این البته این بعد از این بعد از بازی المپی یوکو اینکو شد و وزاری باقی موند. وزاری باقی موند. میبینیم در رفت نیروسنجی که با مطلب خود نزدیک نمیشود، یعنی عقب نشینیتون در این رقابت سید مختار اندکی زیادتر است به این روزید. بله بله، برای آنکه من وقت را نگاه کرده استودم و از این رو کمتر خود رو عقب نشینی کرده استم، وقت رو کشور داریم. از حریف پیشینه سید مختار عجیبش زیادتر بود، او در چمپیونات های جهان و در چمپیونات های آسیا اشتراک کرده است، فرقیت کلان داشت. و بعد این البته برمیگردیم، باز ادامه همون مبارزه رو مشاهده میکنیم که باز هم راه شما اندکه هموارتر شد. درباره باز حریفان بعدی اگر صحبت کنیم بهتر میشه. حریفان بعدی من وخوری نیم نهایی با عبدالله روزیف بود و من در این قوزمایی با حریف خود پیروز آمدم و به فینال راه یافتم. خب پیش از آنکه ما وقت رقابت آخرین را توجه کنیم، اینجا هم میسازد گفت که عبدالله روزیف پهلوان ناحیه رشت، چون در زیر گروه دیگر هم غلبه های پی در پی رو نصیب شد و با شما نیروسنجی کرد. تا جای ما میدانیم در مسابقه همون انانه های گوشین ملی شما با دیگر روبرو شده بودید، اما در چنین چمپیونات در چمپیونات جمهوری بار اول بود. این وخوری مشکل تر بود برای من. ما با یک دیگر بار اول در چمپیونات جمهوری اوید به زودو وخوردیم و ما در این 5 دقیقه 4 دقیقه و 46 ثانیه در من این حریف خود را با وزری پرتفتم. این وخوری نیم نهایی مرم وخوری مشکل بود برای من. خب کدام وقت امیدواری ها بیشتر شدن که شما البته به فینال راه میابید؟ بعد راستیگه بعد از وخوری پنجم بود با سید مختار، وخوری مشکلی من از همه مشکل تر همین وخوری پنجم بود. شما رو اکنون ما در مرحله نهایی دیدیم و حریف شما هم یک پهلوان خیلی محبوب در میان جوانان و توقفش اندکی به رفت نیروسنجی فکر میکنم که تاثیر رسانید. اما مبارز منورف چون توقف طولانی داشت، اما در رفت مبارزه برای میدان طلای چمپیونات مملکت این فکر میکنم اونقدر مشاهده نمیشد. مبارز هجوم میکند برای داشتن، خیلی قوی است محمد. محمد در اینجا کنار میگیرد، شیدا دادن محمد از احتمال دور نیست. و اگر نباید محمد بله اینجاست وزاره که در اینجا خیلی هنر زیبا بود، خیلی عالی بود وزاره که محمد میرزایف را انجام داد. ببینید تشکر برای کارگردانین وزاره است. اول از حجوم از اینجا بود، از منطقه ببینید یوکو ایپان دادن. اکنون دوستانی عزیز وزاری رو باز پس گرفتن و محمد میرزایف در اینجا ایپان بود وزاری. بله دوستانی عزیز، اما ایپان دادن 100%. محمد میرزایف دوستانی عزیز برنده مدال طلا در وزن 73 کیلو. اینجا بسیار رقابتی عجیب بود. در وخوری فینالی برای من فکر میکنم آسان تر بود. از کدام خاطر؟ از آن خاطر که من بعد از پنجم وخوری خود و بعد از نیم نهایی که با ورزشگران بالایقد و پرزورتر مبارزه بردم به دوره فینال برآمدم، به من یک قوای نیروی دیگر داد.
و من کوشش کردم که باید این مسابقه مسابقه من باشد، باید من در این وزن سازوار جای اول باشم. دلپور شدی؟ دلپور شدم بعد از همین وخیره نیم نهایی و پیش از تشکر. اگر مخفی نباشد بعدی رقابتی نیم نهایی با عبدالله روزیوف تو همون لحظه هایی که ما شاهد بودیم مربی با گوش شما چیزی گفت، من میخواستم همون توصیه مربی و باز هم یک چند مخلصانی اشدیه بودن که در اونجا با شما توصیه داده بودن. با من مربی هم پای در پای میگفت که محمد همون اصول خودت رو مقصدم سر کتف رو سر کتف رو همین میگذارده همین میشوه همین رو کوشش کن که همین را گذارانی. من هم همین را استفاده بردم در دقیقه های رفته ایستاده است در دقیقه های سیوم دقیقه بود من این را استفاده بردم و موفق هم شدم. موفق هم شدم. دو مکتب هم جودو و هم سامبو مبارز منور فین دست پروری مکتب ورزشی سامبوی ولایت مختار کوهستان بدخشان از ناحیه ونج است. محمدچری سلیمانوف که استادش است در جریان مبارزه برای شما یکون تاثیر یا من نیروسنجی انامین جودوکور و سامبوچی در میدانی نبرد برای مدال طلا یکون طریق معین میشد؟ در اینجا معین بیشتر مبارز منورف که سامبو تمرین میکند او بیشتر از بالا گوشتی میگیرد، حرکتش از بالا از بالای شانه میباشد و این به من هیچ تأثیری منفی نرساند. بودن حالت های انمان چی بگم خاطرمان لحظه هایی که شما پزمانش بودید اما در میدان عملی نشدند. راستی در اینجا من بعد از این پرتفت این خورسندی که به من شد باری اول در بین کلان سال ها بگرفتن این جای اول مشرف شدم این احساسات گفته نمی شود این صحیفه خاطرمان جوانی شما من است صحیفه خاطرمان من میموند. تشکر زیاد چون ما میدونیم که بعد این شما هم با همان نیروسنجی های میدان های سنتی توجه بیشتر کردید و دستاورد شایان شما بعد از همین چمپیونت کدام مسابقه بود؟ بعد از این چمپیونت دستاورد بهتری ما این در ولایت ختلان نایه خوالینگی جماعت شبنو برگزار گردید و من در اونجا با چهار حریف خود غالب آمدم و با شاه جایزه مبارزه بردم برای شاه جایزه و با شاه جایزه نصیبی من گردید. این پهلوانی امید بخشی جماعت دهاتی شگنو مبارزه میبرد تلاش دارد و باز باریدگر هم در امین را دید ردیف یک پرتفتی جالبی سری کتف محمد میرزایف را پیروز گردانید و با دریافتی مکافات عالی شو جایزه افتماشین سبوگراوی اوپل شرف یاب گردید. انا همین لحظه کناری راست چپ و بعدا هم موازینت را حریفش گم کرد و حریفش را با تخت پوش زد. بایسی نگرانی هم نیست که شما بسیار بروقتر از میدان نبرد از هیئت منتخبی مملکت در رشته جودو بیرون شدید؟ نه راستی پشیمان هم نیستم برای اون که چی ارزوی که هوسی که من داشتم این چمپیون جمهوری تاجیکستان و از تاجیکستان بیرون هم در مسابقه های بین المللی اشتراک کردیم و با گرفتن های جای نمایان هم مشرف شدیم. سبب این جراحت کلان بود، من پاچه خود رو دو بار جراحی کردم و بالاخره با خود یک مقصد موندم که این ورزش کلان رو خاتمه بدهم. در آینده اگر برای جوانان برای نورسان هم شما را توصیه دهند که به حیث مربی فعالیت کنید آماده اید؟
بله، برای چی نه؟ برای آنکه ما ورزشگران میخواهیم که جوانان ما به مانند ورزشگرانی که از جمهوری تاجیکستان برآمد میکنند به جایهای نمایان مشرف شدند، همچنین ما به ورزشگران به جوانان یاردم خود را میرسانیم که از جمهوری برآمده به مسابقه های بین المللی اشتراک کردند و پرچم جمهوری را بلند بردارند. چون شما سبی جدی دیدید، این باعث شد که شما این راه را ادامه ندهید و باز هم در این روان هستند سخنانی که نورسان و جوانان با اینها البته اعتمادشون زیاد است و شاید علمی یک سخنی شما هم برای تقویت هنر بعدیشون سبب شود. با جوانان گفتنیم که تمرین های خود را پرقوت کنند و اول سلامتی خود را احتیاط کنند. در روند مبارزه البته فرد کامیاب می شود و افرادی که بیشتر زحمت را، تلاش را، بیشتر باز هم عرق جبین را مدی اول می گذارد و شیار مربیان را، دستور مربیان را هم سرمشق کار خود می داند، واقعا می تواند که به همان قله مراد، به همان آرزو و آرمان و امیدهای شایانش رسد. ما با شما البته در این جاده موفقیت آرزومندیم. البته آخر کار هر یک ورزشگری کسبی باز هم برگشت به همان تربیه نسل نورس است، به خودی پهلوانان آینده که شما این کار را البته در منبعده هم ادامه میدهید. برای صحبت تشکر، سلامت باشید. و دوستان عزیز، واقعا این افراد، این چهره هایی که معرفی میشوند در حقیقت هم برای آینده، برای باز هم تحکیم کاری منبعده در سمت مربیگی بیشتر هم کار خود را جانب میکنند و این هم خوب است، چون گفتیم که اون چهره های اصیل که از میدان دور میشوند باز هم شاگردان خود نسل نورس را در همین جاده تلقین میکنند. برای توجهتان تشکر میگویم. سلامت و سرفراز باشید.